عرض احترام دوستای عزیز، شما را خوش آمدید میگم. قبل از اینکه در مورد آموزش زبان انگلیسی بپردازم، خواستم معلومات کوتاه و مختصر را در مورد زبان داشته باشیم که زبان چی هست، از کجا و به چه شکل به میان آمده. معلومات های خیلی مختصر را به خدمتتان ارائه میکنم. امید هست که مورد توجهتان قرار بگه و موثر برتان واقع شوم. در شروع پرزنتیشن ما میخواییم درس امروز را با یک تعریف از زبان شروع بکنم. A system of communication consisting of sounds, words and grammar or other system of communication used by people in the particular country. زبان را در سایت کمبریج چنین تعریف کرده که سیستم افهام تفهیمی که حاوی صداها، واژه‌ها و دستور زبان یا دیگه بخش های افهام تفهیم می باشد که توسط افراد در کشورهای مختلف تکلم میشه تعریف کردم. گرچه تعریف های متعدد وجود داره و که واژه چی هست و صدا چی هست، و اگر ما به شکل عمومی در این مورد بپردازیم زمان خیلی زیادی نیاز است. از اینکه زمان کوتاه هست و من خواستم که کوتاه‌تر در این مورد بحث داشته باشم، نمیتونم در مورد مورفیم و فونیم و دیگه بخش ها صحبت بکنیم. امیدوار هستم در آینده ها در مورد فونیم و مورفیم و یا همچنان بیشتر صحبت هایی داشته باشیم. سوالی که بیشتر به ذهن ما خطور میکنه سوال هست: How many languages are there in the world؟ یعنی در جهان کنونی به چی تعداد زبانی وجود دارد؟ گرچند آمار دقیق، احصایه دقیق از موجودیت زبان در یافته های زبانشناسی مدرن وجود ندارد. یعنی نظریات و تا اندازه تخمین ها وجود دارند. بعضی از کتاب ها و بعضی از سایت ها به این معتقد هستند که بعضی زبان ها را ممکن با شمارش بیرق های و کشورهای موجود در جهان انجام داده باشند، با در نظر داشت زبان های محلی و غیره. و نظریات دیگه وجود دارد نگاشتن در جهان بین 5000 و 7000 زبان وجود دارند. یعنی وقتی که ما این تعداد 5000 و 7000 را صحبت میکنیم، حاوی کدام بخش ها میشه؟ این حاوی زبان هایی است که با همدیگه خیلی نزدیک هستند و زبان هایی است که از همدیگه فاصله دارند. لهجه ها، زبان های اصلی، زبان های گفتاری، زبان های اشاروی و غیر از موارد که ارتباط میگیره با زبان شناسی شامل همی 5000 و 7000 هست. سوال دیگه که خیلی دوستا شاید به ذهنشون خطور بکنه به خاطر پیدا کردن و به تلاش باشن، این است که How many language families are there in the world؟ یعنی زبان ها به خانواده ها و فامیل های متفاوت تقسیم شدن. یعنی چقدر خانواده زبانی در جهان موجود است؟ در این مورد همچنان آمارهای دقیق، تعداد دقیق را ما نمیتونیم پیدا بکنیم، اما منابع وجود داره میگن که زبانها از لحاظ دسته ای و یا فامیلی به 147 کم و بیشتر تقسیم میشه. مگر بیشتر زبانشناسا معتقد به می هستن که زبان را به ما 25 شاخه درخت تقسیم میکنند
و معتقد هستند که بسپند شاخه اصلی وجود داره یا خانواده وجود داره و دیگر فامیل ها همچنان در زبان موجود هست. و کدام فامیل یا کدام بخش از زبان ها بیشتر تکلم کننده را داره؟ در این مورد میتونم براتون بگم که بیشترین تکلم کننده را خانواده یا زبان های هندی و اروپایی داره. 46% نفوس جهان به می زبان هایی که تعلق به می هندی و اروپایی میشه تکلم میکنن. یعنی خاندان یا فامیل هندی و اروپایی کدام زبان ها هستن؟ زبان های هندی و اروپایی شامل زبان های انگلیسی، فرانسوی، جرمنی، روسی، هندی، اردو، زبان دری فارسی که ما تکلم میکنیم یا و دیگه زبان های هستن که شامل همی بخش میشه و ای که بیشتر درس های ما بالای آموزش زبان انگلیسی است. به این خاطر من خواستم این مورد تذکر بتم که انگلیسی در اصل شامل زبان های هندی اروپایی هست و نفوس امی بخش، امی خاندان، امی فامیل زبان در کدام دوره بوده؟ بیشتر نفوس و رواج زبان های هندی اروپایی بین سال های 400 و 800 بعد از میلاد برمیگرده که در دوره مهاجرت مردم آسیای اروپایی و این یک جنبه تاریخی داره که میتونین در این مورد بیشتر مطالعه بکنین. بیشترین نفوس امی زبان دمی دوره بودن و زبان انگلیسی که فعلا ما میخواییم که در موردش صحبت داشته باشیم یاد بگیریم چقدر نیتیو سپیکرز داره، یعنی مکالمه کننده بومیشان چقدر است؟ تکلم کننده بومی زبان انگلیسی بر فعلا 328 میلیون می باشن. بیایم در مورد دوره های زبان های گفتاری صحبت بکنیم. در مورد دوره های یا موضوع تاریخی زبان های گفتاری تئوری های متعددی موجود است، نظریات بیشمار موجود است، نظر به اعتقادات، نظر به از موضوعات دینی گرفته تا به موضوعات اجتماعی و زبانشناسی نظریات متفاوت را در این مورد دارند. بعضی از تئوری های موجود است میگن که زبان قبل از خلقت انسان تشکیل شده و وجود داشته. میخوایم که در مورد استیفن یکی از باستانشناس هاست که این معتقد از زبان یعنی دوری زبان گفتاری برمیگرده و سالهای 60,000 و 100,000 و 150,000 قبل، یعنی بین این سالها زبانهای گفتاری اختراع شده و تشکیل شده. و بعضی از محققان دوره های انقلاب زبان به یک بارگی اختراع شده و زبانهای دیگه به شکل از اشکال ارتباط دارن، ربط میگیرن به می زبان اصلی که بار اول اختراع شده و تا به هنوز نظریات دقیق و مستندهای قوی که موارد که امروز ما بحث کردیم را ثابت ساخته باشه موجود نیست. اما این تئوری ها بود، نظریات بود که من برایتان ارائه کردم. امیدوار هستم مواردی که براتون جمع‌آوری کرده بودم آموزنده بوده باشه. اگر ویدیو را دیدین براتون جالب تمام شد، دوست داشتین، فراموش نکنین چینل ما را سابسکرایب بکنین و ویدیو را با دوستانتان شیر بکنین. تشکر از حضورتان.